به دعوت شهرداری هلسینکی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی روز چهارشنبه 19 اسفند از کاخ شهرداری هلسینکی بازدید کرد. به نمایندگی از جانب شهردار هلسینکی که در خارج فنلاند به سر می برد، خانم پاولا کوکونن معاون شهردار از خانم رجوی استقبال کرد و از جانب مردم هلسینکی به ایشان خوش آمد گفت. خانم کوکونن در دیدار با خانم رجوی نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم آخوندها را به شدت محکوم کرد و حمایت خود را از مردم ایران ابراز نمود. معاون شهردار هلسینکی همچنین از توطئه ها و اعمال فشارهای دیکتاتوری آخوندی علیه اشرف ابراز نگرانی کرد و حمایت خود را از مجاهدان اشرف ابراز داشت. خانم کوکونن در دیدار با خانم رجوی ضمن تأکید بر نقش زنان در پیشرفت جوامع امروز، موقعیت پیشتاز زنان در قیام و جنبش مقاومت مردم ایران را ستود. در بازدید رئیس جمهور برگزیده مقاومت از شهرداری هلسینکی، خانم کوکونن هدایای سمبولیکی را از جانب شهرداری هلسینکی به خانم رجوی اهدا کرد و برای مردم و مقاومت ایران آرزوی پیروزی. در این بازدید خانم رجوی کتاب حاوی فهرست شهیدان مجاهد خلق و نماد دروازه شهر اشرف را به شهرداری هلسینکی اهدا کرد. خانم مریم رجوی در دومین روز سفر به فنلاند با شماری از رهبران سیاسی و پارلمانی این کشور دیدار و گفتگو نمود. دیدار کنندگان از جمله عبارت بودند از کیمو ساسی، رئیس کمیته قانون اساسی پارلمان فنلاند، ایلکا کانتولا، رئیس گروه حقوق بشر پارلمان و معاون فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات، آرتو ساتونن، رئیس کمیته اشتغال و برابری، یانینا آندرسون، رئیس کمیته حقوقی پارلمان، سینیکا هورسکاینن، رئیس هیئت فنلاند در مجمع پارلمانی شورای اروپا و از مقامات ارشد حزب سوسیال دموکرات فنلاند، اولا مای ویدروس، رهبر فراکسیون حزب سوئدی ها در پارلمان، آنتی کایکونن، معاون گراند کمیته پارلمان، ویل نینسیتو، رهبر فراکسیون حزب سبز ها در پارلمان فنلاند و آیلا پالونیمی، معاون گروه حقوق بشر پارلمان. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سفر خود به فنلاند از موزه مارشال مانرهایم، قهرمان ملی مقاومت فنلاند، در هلسینکی بازدید به عمل آورد. در این بازدید وی از مقاومت مردم فنلاند برای حفظ استقلال و آزادی خود تجلیل کرده و دفتر یادبود این موزه را با ادای احترام به مارشال مانرهایم امضا کرد.
گور برگزیده مقاومت ایران همچنین لیست 20,000 تن از شهیدان مجاهد را به موزه مانرهایم تقدیم کرد.